نام داعش بدون شک چند سال پیش ترسناکترین نام در جهان به خصوص در سوریه و عراق به حساب می آمد زیرا همه جهانیان رفتارها و اقدامات وحشیانه این گروه ها که سنی را بارها و بارها دیده بودند هرچند داعش دیگر حضور و قدرت سابق را ندارد اما همچنان در سوریه به عنوان یک تهدید کامل به حساب آمده و در عراق ایجاد مزاحمت می کند همکارم علی اکبری گزارش میدهد نزدیک به سه سال است که از پایان رسمی وجود دولت خود خانده داعش که هیچ رنگ و بوی از اسلام نبرده بود میگذرد با این حال برخی بازماندگان این گروهک تندروی سنی همچنان در گوشه و کنار برخی سرزمین های اسلامی حضور دارند یکی از فعالان سیاسی عراق از اردوگاه خطرناک در سوریه که این کشور را تهدید می پرده برداشت رعد الماس گفت ما از ماه قبل درباره خطرناک بودن اردوگاه الهول سوریه و تبدیل شدن آن به دروازه شرارت در سوریه هشدار داده ایم. خصوصا که این اردوگاه در نزدیکی نوار مرزی بوده و برای عراق نیز به عنوان یک خطر است. و یفسود تکرار موارد رخنه داعش که هر از گاهی رخ میدهد به عنوان خطری واقعی برای اوضاع داخلی عراق است. الماس گفت حضور 20 هزار کودک در اردوگاه الهول سوریه آنگونه که قاسم العرجی مشاور امنیت ملی آن را مورد تایید قرار داده به مسابه یک فاجعه است زیرا این اردوگاه برای آنها مانند مدرسه‌ای برای فراگیری افکار افراطی در سایه حضور هزاران سرکرده داعش و خانواده های آنها از ملیت های مختلف می باشد. وی ادامه داد سوریه و عراق باید خطرناک بودن این اردوگاه برای امنیت و ثبات را جدی گرفته و اقدامی برای یک سر کردن کار آن انجام دهند. وی گفت باید که مرزهای سوریه مسون شود و از هرگونه گونه رخنه تروریست های داعش به منظور تضمین ثبات عراق ممانعت به عمل آید. در اردوگاه الهول سوریه بیش از سی هزار تروریست به سر میبرند که این در حال حاضر بزرگترین کانون داعشی در دنیا محسوب می شود. در همین راستا یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از انهدام 61 مخفیگاه داعش و 24 قار در کوه قرجوق در نینوا که تروریست های داعش در آن پنهان بودن خبر داد وی همچنین از 133 حمله هوایی انجام شده به موازه داعش در کوه قرجوق در طی ده روز گذشته خبر داد و آن را در راستای خشکاندن ریشه تروریسم و در هم کوبیدن مواضع داعش دانست.